سعر خدت خبره. حملات خونین طالبان در ولایت تخار، دست کم 34 نظامی افغان کشته شدند. نیازمندی هایی که وزارت بهداشت درمان داشته، خریدهایی که لازم بوده انجام بده، با سختی هایی که ما داشتیم در زمان تحریم انجام دادیم. همزمان با اعلام بدترین وضعیت شیوع کرونا در ایران از زمان شیوع همه‌گیری، دولت میگوید برای مقابله با ویروس چیزی کم نگذاشته. هجوم برای گرفتن ویزای پاکستان در شرق افغانستان، 11 زن زیر دست و پا جان دادند. و ماموریت کاوشگر ناسا 300 میلیون کیلومتر دور از زمین، اوسایرس رکس از سیارک بنو نمونه برداری کرد. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. در حمله شبه نظامیان طالبان به منطقه‌ای در ولسوالی بهارک در ولایت تخار افغانستان، دست کم 34 نظامی کشته شدند. گمان می‌رود که تلفات بیشتر باشد. امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفت که طالبان به روایت کاذب فتح باور دارند. وزارت داخله می‌گوید که در یک ماه گذشته طالبان حدود 1200 حمله انجام داده و بیش از 550 نفر را کشته یا زخمی کردند. اما طالبان کشتن غیر نظامیان را همیشه رد کردند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. پر از جنازه های حمله شب گذشته، شفاخانه ولایتی تخار. جنگجویان دیشب از چهار طرف به منطقه مسجد سفید ولسوالی بهارک حمله کردند، از جمله به یک قرارگاه نظامی. حمله مرگبار و خطرناک به گروهی از نیروهای ویژه. از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پلیس ولایت تخار 10 نفر شهید است که 12 نفرش فعلا در شفاخانه اجساد چنا آمده. با تاسف که در بین شهدا آمر صاحب امنیت ولایت تخار که راز محمد خان وجود دارد. یک داستان دیگر اندوه بر سر جنازه نزدیکان. گفته شده جنگجویان در ابتدا موترهای زرهی را از کار انداخته، سپس به نیروهای امنیتی حمله کردند. برخی از قطعه لیزری طالبان نام میبرند. اول افغانان رئیس جمهوری غنی امروز در مجلس نمایندگان داره توایی چه امریکایان و بانده حمله نکه منه نه مک بانده ولی حمله که او خطاب به طالبان گفت از اینکه توافق کرده اید که به امریکایی ها حمله نمی کنید تشکر، اما چرا به ما حمله می کنید؟ آقای غنی که امروز به خاطر معرفی اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفته بود، از روایت فتح کاذب سخن گفت. با وجود اطمینان که برای آتش بس و کاهش جدی خشونت در هنگام برگزاری لوجرگه داده شده بود، بدبختانه طالبان و حامیانشان به خشونت ادامه دادند. حملات اخیر طالبان به ولایت هلمند و غور و سایر نقاط کشور نشان دهنده این است که آنها هنوز هم به روایت کاذب فتح باورمند هستند. او که از دستاوردها، برنامه‌ها و چالش‌های آینده صحبت می‌کرد، دست کم 4 بار با اعتراض و واکنش نمایندگان روبرو شد. نماینده ولایت همیشه در جنگ هلمند از بی‌توجهی دولت به وضعیت این ولایت شکایت کرد. خلاف اصول است. نماینده دیگری از بی‌عدالتی و ناتوانی دولت در آوردن اصلاحات اعتراض داشت که با اعتراض شدید آقای غنی روبرو شد. یا من نه چیز تاس خدمت تراغلیم یا من بخشیمانه وی چی بیا داره نسید در توای افغان سیم بستم
آقای غنی گفت به احترام نمایندگان به مجلس آمده و اگر چنین وضعیتی ادامه داشته باشد دیگر به پارلمان نمی رود. آنچه که امروز رخ داد به خوبی بیانگر وضعیتی است که گریبانگیر دولت است. آقای غنی از یک طرف با چالش شدید ناامنی روبرو است و از طرف دیگر با نارضایتی گسترده از حکومت داریش. داستان مذاکرات صلح در قطر هم هنوز در همان ابتداست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. وزارت بهداشت ایران از رکورد خطرناک دیگر در شیوع ویروس کرونا خبر داده. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 5600 مورد ابتلای قطعی شناسایی شده و 312 نفر هم جان باختند. پزشکان و مسئولان بهداشت و درمان حالا نگران افزایش سفر در تعطیلات پیش رو و شیوع بیشتر بیماری هستند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ایران در بدترین نقطه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. رسانه‌های داخلی می‌گویند کرونا در ایران هر 4 دقیقه یک قربانی می‌گیرد. بعد از رسیدن آمار رسمی روزانه جانباختگان به بالاترین سطح از آغاز همه‌گیری کرونا در روزی که دوشنبه سیاه نام گرفت، حالا این آمار مبتلایان شناسایی شده و قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته به روایت وزارت بهداشت. از دیروز تا کنون 5616 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است. یافته‌های بی بی سی در گذشته نشان داده بود که آمار واقعی قربانیان بیشتر از آمار رسمی است. حالا مقام‌های وزارت بهداشت هم اذعان می‌کنند که شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بیشتر است. آمار مبتلایان رو به افزایش است، دولت در تنگنای مالی است و تصمیم‌گیری‌های دشواری پیش روست. ببینید در این مدت همه نیازمندی هایی که وزارت بهداشت درمان داشته خرید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت از هزینه های مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت. به محض اینکه وزیر محترم بهداشت به من نامه نوشت که ما نیاز داریم به 150 میلیون دلار برای بیش از 30 میلیون کیت جدید آزمایشگاهی، من همون لحظه موافقت کردم و دستور دادم و به ایشون گفتم این 150 میلیون دلار در اختیار شماست برای اینکه ما بتونیم کیت‌های جدید رو بخریم، وارد بکنیم. سازمان برنامه و بودجه علارغم اینکه مشکلاتی که داشت در این ایام 9000 میلیارد تومان برای طلب، البته 9000 میلیارد 6000 میلیاردش پرداخت شده تا امروز، 3000 میلیارد هم در هفته‌های آینده پرداخت میشه. 9000 میلیارد تومان برای کارانه پزشکا و پرستارا اختصاص داده. پیشتر وزیر بهداشت ایران از کمبود بودجه وزارتخانه تحت نظرش برای مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده بود. پزشکان و مسئولان بهداشتی ایران میگویند که تخت‌های بیمارستان‌ها به ویژه در تهران پر شدند. آنها توصیه می‌کنند که برای کاهش سرعت شیوع پایتخت به طور کامل تعطیل شود. دولت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته. در مجموع از 31 استان کشور 30 استان در وضعیت قرمز یا هشدار هستند. تنها یک استان یعنی سیستان و بلوچستان است که آمار رسمی مبتلایان روزانه‌اش با وجود سه رقمی شدن هنوز به دیگر استان‌ها نرسیده. بعضی از ساکنان استان سیستان و بلوچستان میگویند که دلیل کم بودن نسبی آمار ابتلا در این استان جیره بندی تست های کرونا رایگان است. بیشتر مردم این استان محروم توان مالی پرداخت برای آزمایش کرونا را ندارند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در پی بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا در بریتانیا، بعضی از مناطق شمالی انگلستان تا چند روز دیگر شاهد محدودیت‌های بیشتر خواهند بود. جمهوری چک هم از فردا قرنطینه سراسری برقرار می‌کند. در تایلند اما شرایط متفاوت است. مرزها بعد از 6 ماه به روی مسافران خارجی باز شده، هرچند که بازدید کنندگان باید اول 2 هفته قرنطینه شوند. باران عباسی نگاهی کرده به شرایط شیوع کرونا در گوشه و کنار جهان. مکزیک در آستانه روز مردگان،
در سالی که مرگ بیشتر از گذشته بر جهانیان رخ نمایاند. نمایش زن گریان به یاد آنهایی که بر اثر کرونا جان باختند. احساس تلخی که هزاران کیلومتر آن طرف در پاییز سرد بریتانیا بسیاری در آن شریکند. تا چند روز دیگر منطقه یورکشایر جنوبی و منچستر در شمال انگلستان شاهد محدودیت‌های بیشتری خواهند بود. بارها و میخانه هایی که غذا سرو نمی کنند تعطیل می شوند و خانواده ها نمی توانند در فضاهای بسته و خیلی از فضاهای باز با هم دیدار کنند. گروه هایی که در فضای باز جمع می شوند هم نباید بیشتر از 6 نفر باشند. شرایط در تایلند اما متفاوت است. کشوری که موارد کمی از ابتلا به کووید 19 داشته. حالا بعد از 6 ماه برای اولین بار درهایش را به روی مهمانان خارجی باز می کند. هرچند که سفر به اینجا بی درد سر نیست. بازدید کننده ها باید 7 روز در اتاق هتلشون قرنطینه بشن و بعد هم 7 روز در محوطه هتل بمونن. بعد میتونن به هر جایی داخل تایلند که خواستن برن. گذر از زمستان بدون فشار بیشتر بر سیستم درمانی هدف بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی است. اینکه بیماری‌های دیگر هم به کرونا اضافه نشوند. دولت اینجا در تلاش برای واکسینه کردن 30 میلیون نفر علیه آنفولانزای فصلی. تلاشی که در پی مرگ دست کم 9 نفر از کسانی که واکسن زدند با نگرانی‌هایی همراه شده. پزشکان میگویند در حال تحقیق درباره علت مرگ این افرادند، اما واکسیناسیون متوقف نخواهد شد. ما هیچ ارتباط مستقیمی بین مرگ این افراد و واکسن آنفولانزا پیدا نکردیم. از اونجایی که واکنش جدی به این واکسن دیده نشده، دلیلی نداره که کل این طرح رو متوقف کنیم. برای بسیاری اما ماسک زدن و حفظ فاصله فیزیکی همچنان بهترین راه پیشگیری از بیماری است. در ژاپن، کشوری که نامش با تکنولوژی گره خورده، نیاز به ماسک صورت باعث اختراعات جدید شده. مثل این ماسک که با آن میتوان از فاصله 10 متری صدای دیگران را شنید. حتی اگر زبان یکدیگر را نمیدانید، سخنانتان را همزمان ترجمه میکند. اختراعی که شاید زندگی در روزهای کرونا را برای بعضی آسان تر کند. باران عباسی، BBC. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. مؤسسه دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی به یک پایگاه شبه نظامیان وابسته به ایران در قنیطره نزدیک بلندی‌های جولان خبر داده. این مؤسسه اسرائیل را مسئول احتمالی این حمله معرفی کرده، اما درباره تلفات احتمالی حمله چیزی نگفته. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به این گزارش گفته که اتفاقاتی می‌افتد. بنی گانتس تاکید کرده که اسرائیل نخواهد گذاشت عوامل ایران و حزب الله نزدیک مرزهایش مستقر شود. از طرف دیگر رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کردند که یک مدرسه در روستایی در شمال استان قنیطره بمباران شده. در ایران سید ترال از آذر ماه به مدت 2 سال ممنوع می شود. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی درباره این شیوه سید خبر داده. معین الدین سعیدی گفته که آبزیان ذخایر غذایی هستند و نقش مهمی در اکوسیستم دریایی ایفا می کنند، اما سیر ترال ریشه آنها را از بین می برد. این نوع ماهیگیری به وسیله تورهای بزرگ در بستر دریا صورت می گیرد. در سالهای اخیر سید ترال توسط کشتی‌های چین در آب‌های جنوب ایران بحث برانگیز شده. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که در چین حساب بانکی دارد. بنابر این گزارش این حساب توسط مدیریت هتل‌های بین‌المللی ترامپ کنترل می‌شود و از سال 2013 تا 2015 در چین مالیات داده. این در حالی است که آقای ترامپ اخیراً از شرکت‌های آمریکایی که با چین داد و ستد دارند انتقاد کرده و جنگ تجاری با این کشور به راه انداخته. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ما تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خشایار، کمی بیشتر از اطلاعاتی که در این گزارش مطرح شده و از اهمیت انتشار اون برامون بگو. این گزارش در حقیقت در ادامه تحقیقاتی است که نیویورک تایمز انجام داده بود، قبلا هم اعلام کرد و بر روی
اسناد مالیاتی آقای ترامپ، و قبلا هم اعلام کرده بود به طور مثال که آقای ترامپ در سالهای 2016 و 2017 فقط 750 دلار مالیات فدرال داده. حالا در ادامه اون داره میگه که در سالهای 2013 تا 2015 مجموعه‌ای که مدیریت کننده هتل‌های آقای ترامپ در خارج از آمریکاست حدوداً 188 هزار دلار از طریق یک حساب بانکی که نزد یک بانک چینی دارند مالیات به دولت چین داده. گفته علاوه بر بانک چینی آقای ترامپ یا شرکت‌های زیر مجموعه آقای ترامپ، علاوه بر چین در بریتانیا و ایرلند هم حساب‌های بانکی دارند. اینکه آقای ترامپ و شرکت آقای ترامپ در خارج از آمریکا صاحب هتل‌های زنجیره 5 ستاره هست و اینکه باشگاه‌های گلف دارند در اسکاتلند و ایرلند موضوعی است که همه میدونن و مشخص هست. بنابراین این شرکت، این حساب‌های بانکی هم شرکت آقای ترامپ میگه مربوط به فعالیت‌های تجاری این مؤسسات هست. به گفته وکیل شرکت آقای ترامپ، مؤسسه ترامپ، گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده بر اساس استنباط و نتیجه گیری غلط از داده‌هایی که در اختیارش بوده منتشر میشه. این در حالی هست که این گزارش در حالی بیرون میاد که آقای ترامپ بارها گفته که اگر جو بایدن در انتخابات آمریکا پیروز بشه، آمریکا رو در اختیار چینی‌ها قرار میده و کار اونها رو تسهیل میکنه. از سوی دیگر بارها خواستار این شده که شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌های خودشون رو از چین خارج کنند، به آمریکا برگردند و در آمریکا سرمایه گذاری کنند. به یک نکته هم اشاره میکنم که در حال حاضر بیشتر از 30 میلیون نفر در انتخابات زودهنگام آمریکا رأی دادند. این گزارش شاید تأثیری نگذاره بر روی تصمیم گیری که خیلی‌ها تصمیم گرفتن که به چه کسی میخوان رأی بدن، اما در آستانه مناظره روز پنجشنبه بین آقای بایدن و آقای ترامپ این فرصت رو در اختیار آقای بایدن قرار خواهد داد که پاتک بزنه به به حملاتی که آقای ترامپ خواهد داشت در رابطه با زد و بندهایی که میگه پسر آقای بایدن در چین و در روسیه و در جاهای دیگر از جمله اوکراین داشته. متشکرم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مقام‌های ولایت تخار در شمال افغانستان از کشته شدن دست کم 34 نظامی افغان در حملات گروه طالبان خبر دادند. به دنبال تشدید بحران کرونا در ایران، مسئولان بهداشت و درمان نگران افزایش سفر در تعطیلات پیش رو هستند. در ادامه برنامه، فرود موفق کاوشگر ناسا بر سیاره بنو. در افغانستان ازدحام و هجوم مردم برای گرفتن ویزای پاکستان در شهر جلال آباد منجر به مرگ دست کم 11 زن و زخمی شدن 12 نفر شده که اکثر آنها هم زن هستند. امروز هزاران نفر برای گرفتن ویزای پاکستان به ورزشگاه فوتبال جلال آباد رفته بودند. کنسولگری پاکستان در این شهر گفته که بی‌نظمی منجر به این حادثه شده. اخیراً برای جلوگیری از ازدحام در مقابل کنسولگری، اقدامات ابتدایی برای اخذ ویزای پاکستان در استادیوم شهر جلال آباد انجام می‌شود. همکارم نسرین نوا از کابل با ما بیشتر در این باره صحبت بکنیم. نسرین، چه اطلاعات بیشتری داریم درباره کسانی که کشته شدند؟ وزارت صحت ولایت تایید کرده که تا حالا 12 کشته که همه زن بودن به رشوه‌خانه دولتی ولایت منتقل شده و همینطور 12 زخمی که 3 نفرشون متفاوت زخمیان را سخنگوی والی گفته که 13 نفر هستند. این افراد بیشتر بین 50 تا 60 ساله هستند، کسانی که توانایی جسمی و فیزیکی کمتری داشتند و آنطور که گفته شده بین جمعیت بسیار زیاد مراجعین و متقاضیان ویزای پاکستان زیر دست پا زهر آورد. اینکه دقیقاً دلیل درخواست ویزا چی بوده مشخصا از این افراد معلوم نیست، ولی خب اکثرا در افغانستان به خاطر رفتن به پاکستان برای درمان و مداوا مراجعه میکنن برای گرفتن ویزای پاکستان، و در شهر جلال آباد که
کنترلگری پاکستان به تازگی فعال شده پس از 6 ماه توقف، به خاطر نزدیک به 7 ماه توقف به خاطر شیوع ویروس کرونا، و حالا 10 روزی میشه که این کنترلگری فعالیتش رو باز کرده و ویزا توزیع میکنه. این باعث شده که جمعیت زیادی برای ویزا تقاضا بکنن. البته والی این ولایت گفته که مشکل خیلی بیشتر از چیزی است که به این زودی بشه به اون رسیدگی کرد، به خاطر اینکه سفارت پاکستان در جلال آباد روزانه فقط 1000 پاسپورت را برای ویزا دریافت میکنه، ولی خب تعداد متقاضیان حدود 20,000 تا 30,000 نفر است. بنابراین حتی به خاطر جلوگیری از جمعیت زیاد و ازدحام و بی‌نظمی، اینا کار مقدماتی رو حالا در استادیوم ورزشی در ورزشگاه فوتبال انجام میدن. خود سفارت پاکستان با اعلامیه گفته که این خاطر عدم مدیریت نیات اسناد بوده. نسرین جان، من معذرت میخوام که صحبت رو قطع کردم، صدای شما رو ما درست نداریم. در بخشای بعدی خبر سعی میکنیم دوباره با نسرین صحبت بکنیم و امیدوارم که این مشکل ما هم از نظر کیفیت صدا حل بشه. نماینده سازمان ملل در امور لیبی میگوید نمایندگان دو طرف جنگ داخلی این کشور که در ژنو مشغول مذاکره هستند در مورد باز کردن راه‌های مسافرتی هوایی و زمینی بین دو قسمت غربی و شرق کشور به توافق رسیدند. استفانی ویلیامز گفته در مورد رسیدن به آتش‌بس پایدار هم بسیار خوشبین است. گروه‌های مسلح زیادی در کنار چند کشور از جمله امارات، مصر، روسیه و ترکیه از دو طرف جنگ در لیبی حمایت می‌کنند. تقریباً 6 سال است که کشور را به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم کردند و جنگ‌هایشان تاکنون دست کم حدود 9000 کشته به جای گذاشته. کسری ناجی گزارش می‌دهد. جنگ داخلی لیبی به نظر می‌رسد که علی‌رغم دخالت‌های کشورهای زیادی به نوعی جنگ فرسایشی تبدیل شده. دو طرف مدتی است در جبهه‌های جنگ تحرکی نداشتند. نمایندگان دو طرف حال 3 روز است که در ژنو زیر نظر نمایندی سازمان ملل در امور لیبی سرگرم مذاکره هستند. مذاکراتی که قرار است دست کم تا شنبه هم ادامه داشته باشد. مذاکراتی که نماینده سازمان ملل میگوید درباره آن بسیار خوشبین است، چون دو طرف با جدیت و با عزم به رسیدن به توافق به ژنو آمدند. من همچنان بسیار خوشبین هستم که دو طرف بتوانند درباره آتش بسی پایدار و دائمی به توافق برسند. نماینده ای سازمان ملل گفت دو طرف توافق کردند که در مواضع فعلیشان بمانند و آرامش را حفظ کنند. قدمی در جهت آتش بسی پایدار. من خوشحالم که اعلام کنم دو طرف در مورد چند موضوعی که تأثیر مستقیم بر زندگی و رفاه مردم لیبی دارد به توافق رسیدند. از جمله توافق درباره باز کردن راه‌های زمینی و هوایی مسافرتی بین همه مناطق لیبی. حالا امید این است که پروازها بین ترابلس و بنغازی تا آخر هفته از سر گرفته شود. نماینده سازمان ملل همچنین گفت دو طرف توافق کردند که صادرات نفت تحت نظر شرکت ملی نفت کشور انجام شود. نفتی که کشورهای زیادی از جمله مصر، روسیه، امارات و ترکیه را به این جنگ کشانده است. استفانی ویلیامز از کشورهای خارجی خواست دستشان را از لیبی کوتاه کنند و با شروع آتش بسی پایدار مزدوران تحت حمایتشان را از کشور خارج کنند. دور بعدی مذاکرات تحت نظر سازمان ملل قرار است تا 12 روز دیگر در تونس برگزار شود. کسری ناجی، بی بی سی. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. نامزد جمال خاشقچی و یک گروه مدافع حقوق بشر از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. خدیجه چنگیز و گروه دموکراسی برای جهان عرب حالا محمد بن سلمان و 20 نفر دیگر را به مشارکت در قتل جمال خاشقچی متهم کردند. جمال خاشقچی ستون نویس و روزنامه واشنگتن پست که از منتقدان محمد بن سلمان بود، 2 سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. دادستانی عربستان با صدور حکم زندان برای 8 متهم این پرونده را بست. 7 فرد مظنون به همکاری در قتل یک معلم تاریخ در حومه پاریس امروز در دادگاه حاضر می شوند.
در پی سربریدن ساموئل پتی به دست یک نوجوان اسلامگرا 16 نفر بازداشت شدند. در میان افرادی که به پرسش‌های قاضی جواب می‌دهند، رهبر یک گروه اسلامگرای هوادار فلسطینی‌ها و دو دانش آموز هستند که گفته شده برای نشان دادن این معلم به فرد مهاجم پول گرفته بودند. یک گروه مدافع حقوق بشر در آمریکا میگوید محل سکونت والدین بیش از 500 کودک مهاجر که از والدینشان جدا شده بودند مشخص نیست. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در شکایتی به دادگاه گفته که این کودکان بر اساس سیاست دولت دونالد ترامپ به اجبار از والدینشان جدا شدند. گمان می‌رود که حدود 2/3 والدین این کودکان از آمریکا اخراج شده باشند. قانون جداسازی فرزندان از مهاجران غیرقانونی از حدود 2.5 سال پیش در آمریکا اجرا شده. سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید که کاوشگر اوسایرس رکس با موفقیت روی سیارک بنو فرود آمده و بعد از نمونه برداری بلند شده. دانشمندان این عملیات را به پارک کردن در یک ماشین کنترل از راه دور 300 میلیون کیلومتر دور از زمین تشبیه کردند. پروژه ساخت این کاوشگر 7 سال زمان برده و بیش از 1 میلیارد دلار برای آن هزینه شده. تانیا دنیندروس گزارش می‌دهد. جوی ات ناسا. شادی کارکنان ناسا بعد از فرود اوسایرس رکس روی سیارک بنو. و چند ثانیه بعد نمونه گیری تکمیل شده و از روی سیارک بلند میشیم. شاید بتوان گفت این سفر به یکی از بزرگترین اجرام فضایی از زمان فرود روی ماه بیش از 50 سال پیش بوده. میتونم بگم که همه چیز عالی پیش رفت که این از ویژگی‌های این تیمه. ما تمام مدت بیشتر از انتظارها عمل کردیم و چالش‌هایی رو که پیش رومون بود برداشتیم. سفینه فضایی ما بی نقص کار کرد. این دستاورد فوق‌العاده است چون که به نو سیارک گردان است. 330 میلیون کیلومتر دور از زمین و اندازش کمی بزرگتر از ساختمان امپایر استیت در نیویورک. این کاوشگر فضایی سال 2018 به سیارک رسید، ولی 2 سال طول کشید تا محل مناسبی برای فرود پیدا کند. دانشمندها فکر می‌کردند سطحش پوشیده از شن است، اما صخره‌ای بود. بالاخره محلی به نام نایتینگل را پیدا کردند، به عرض 8 متر. کاوشگر بدون برخورد با صخره‌ها اینجا فرود آمد، نمونه برداشت و بلند شد. و حالا در راه زمین است با محموله‌ای که اسرار شکل‌گیری خورشید و سیاره‌ها را در 4.5 میلیارد سال پیش برای ما روشن می‌کند. سوال فقط این است که کاوشگر چقدر نمونه جمع کرده و برای پاسخ باید تا بازگشتش تقریباً 3 سال دیگر منتظر بمانیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی همراه هستید.